سلام برای یوتیوب سوال اختصاصی هستم چوپان راسکو امروز خیلی مهمه چرا چون تولد سجیه <تصفح> آقا این سورپرایز <تصفح> بود <تصفح> <تصفح> من آماده نبودم مرسی دمت گرم کلی امروز روز مهمیه روز تولد بعدی زد کنیم من چه افتخاری میکنم که همچین کار قوی انجام دادی دمت گرم عشق منی <تصفح> من اشق منی من من عشق منی من یه سلام میکنم به عکس چوپون صد درصد تولدت اصلا توضیح بده چه یه دو دقیقه بگو بعد تا بریم به داستان چی توضیح بدم من چی توضیح بدم ننه آقام سکس کردن ما هم آره دیگه بگو چیکار کردی کادو چی گرفتی 21 شدی میتونی ویگس دیگه بری گمبل کنی خیلی مهمه 21 من اومدم راجع 21 سال پیش توضیح بدم راست میگی اینی که تو گفتی علمی تر بود راجع الان توضیح بدم آی تو بخاطر راجع 22 سال پیش صحبت کنی چون آره دیگه آره دیگه من خواستم راجعه شبش صحبت کنم خب اول از همه سلام به برعکس چرا و چوپان آقا مخلصم دیگه تولد هم کار خاصی نکردیم یه دابل دیت با میلاد که ویدیو گرفتیم با اون رفتیم دیگه خیلی هم حال داد جاتون خالی یعنی تو و میلاد دیت کردین یا دو تا دخترم بودن دو... من میلاد جلو دخترها همو میکردیم نمیدونم چرا دارم اینا رو میگم نمی بردیم دیگه ناراحتشون کردین نه چون اونا فکر کردن میخوان شما اونا رو دیت کنین ما از این فتیشای خاص دیدم که دوستان بقیه نگاه میکنن موقع سکس میدونی لواط کنه من حسودی میکنم به اون مردایی که حاضرن زنشون یکی دیگه بکنه لذت ببرن خیلی دارکه من نمیخوام راجع به این داستان صحبت کنم اپیزود امشب و راجع به ادیتور ویدیوهای قبلی منه که به اسم قلندر بود اگه ش... اسمش یاد باشه من با قلندر دیگران کار نمی کنم. به خاطر همین داستان ایگو به نظر من چون ما با هم شروع کردیم و داستانش باید تعریف میکنم بعد تو نظر تو رجوع بگو ما با هم شروع کردیم ما قیمت ها ایران رو مثلا میدونم چیه چقدر ایتار می ها میگیرن ادیتور هرفه ای نه ایتار معمولی که ما باشون در واقع سر میکنیم کار کنیم چون حرفه ها رو الان برامون مکسنس نمیکنه. کسب و چیزمون یکی نیستش دخل و خ... میگم خار اصطلاح اس... رو گاهی دیده بی خیال برو من خب من خیلی با این قلندر حال میکردم از نظر پسر نظر رفاقتی هر روزم دوستش دارم پسر خوبیه ولی من احساس میکردم که توی کار مثلا کمکاری میکنه خب چیز واقعا هم اگه یاد باشه داشتم با صحبت میکردم گفتی بوی خایمانی مالی میاد باشم با تو مقایسش میکردم واقعا چون مثلا یادمه که تو چه کارهایی میکردی ویدیوها رو میگرفتی مثلا اون موقع میفرستی بسه اکانت های دیگه مثلا رپ فارسی نمیدونم کامیدی هر چی میفرستی که آقا مثلا بیا شما اینو دارین این یه روز قبل از ریلیس نمیدونم کار میکردی روی مثلا تامنیل چند متفاوت درست میکردی یادم خیلی زحمت میکشیدی و برای سی بیلوار. بعد واسه همین واسه جالب بود که مثلا خب این یه آدمیه که باعث میشه وقتی توی تیم وارد بشه پیشرفت کنه حالا منطق شکینانی اگه یاد باشه شکینانی میگه و وقتی توی بسکتبال به کسی توپو پس میدم بهش نمیگم حالا برو چپ حالا برو راست حالا بپر توپو پس میدی که بازیشو نگاه میکنی اگه تخمی باشه دیگه بهش توپو پس نمیدی من از این یاد گرفتم که تو باید تو بیزنس این کار انجام بدی تو نمیتی به آدمات بگی چیکار کنن تو با یه آدمی میری جلو توپو میدی بهش ما وقتی توپ ادیت فیلممونو به سجاد سجاد دیگه خودش هزار کار انجام میداد میرفت آهنگ قشنگ پیدا میکرد نمیدونم صحنه بارب پیدا میکرد جوک میذاشت توش کوسشن میذاشت خودش رو کوچیک بزرگ میکرد هزار کار میکردی حتی مثلا امکان داشت مثلا به خودت بی احترامی کنی یعنی مثلا منو گنده میذاشتی سپر رو گزینه میذاشتی یا خودتو کوچولو میذاشتی اون وسط این روی مش... کسی که ندونه داستان چی میفهمی می که تو اصلی نیستی ولی تو کسی بودی که ادیت میکردی تو خودت اصلا بزرگتر بذاری. بعد من این صحنه ها رو از قلندر نمیدیدم و مثلا بهش میگفتم که قلندر بیا برو مثلا تو ویدیو کامنت بذار ویدیوهای آدمایی که مثلا شبیه ما هستند ویدیوهاشون اینطوری کن،, کن اون هی نمی کرد یا مثلا اگه بهش میگفتی ادیتو اینطوری کن اونو یادش میرفت اگه میگفتی حالا اونو بکن یه چیز یادش میرفت اگه ویدیو میفرستاد تامنیل رو نمیفرستاد باش من میگم آپلود کنم می تامنیل ندارم بعد میگم بهش زنگ بزنم یه روز مثلا پیداش نمیکردم یه واسه بعد فردا زنگ خب چی میخواد خب کسی میگم من, من چی میخوام که دیگه چه فایده داره تو باید کاماب کنی من بعد ادیت من کرییت کنم تو باید ادیت کنی اگه من کار تو رو بکنم خلاصه دیپ داون من از این آدم راضی نبودم خب بهش هم یه بار حتی در حد برشم بهش گفتم که اگر یک بار دیگه بهت مثلا میگم دوشنبه ویدیو میخوام صبح هم ویدیو نباشه دیگه با هم کار نمیکنیم اخراجت میکنم یعنی به این حدم رسیدیم بعد توی دو ماه گذشته خیلی بد کار کرده در حالی که الان مثلا اگه من ویدیو آخر من نگاه, با... نگاه کرده باشه کسی ویدیوی تابستونه که رفتیم مثلا کمپینگ مثلا شیش ماه پیشه من یه چیزی بعد... اینجا بگم اه... با قیانده ویدیو هم گرفتی تو چنده درسته؟ بله بله آره ولی عکس یه... قیافه فقط صداش آره بالاخره ولی خب یه حالت فیچرینگتون میشد دیگه تون ویدیو آره آره همه مثلا الان مثلا یه ویدیو جدید دادم که قلندر ادیتش نکرده خیلی جالب بود همه زن چقدر ادیت قلندر خوب شده <laughs> چون همه فکر کردن که یه قلندر داره میکنه اینقدر مطمئن که حتما قلندره اوکی. Okay. بعد برگشت چند روز پیش من گفتش که آم سوهل مثلا گفتم دیگه گفتم آقا چرا انقدر گایدی بده دیگه مثلا سه تا ویدیو قرار بوده بدید شش ماه داری بل... عقب جلو می‌کنی فلان به سال گراتشو بخوای برای من پولی نمی‌سرفه خب بعد من دیگه, دیگه اصلاً خواستم چون ما مثلا مگرم الان چهار تا ادیتور دارم اگه دارم مثلا بهشون چه هزار تومن میدم به قلندر دو هزار تومن میدم یا حتی دو هزار و پونسد تومن میدم خب بعد برگشت اینو که این اصلا به من اصلا قاطی کردم یعنی قاطی کردم گفتم که دیگه نمیخوام باید کار کنم بعد من گفتش که نه بیا این حرف نزن با من فقط خواستم با تو احساسم رو شیر کنم I didn't mean anything من میزنم خوبم میکنم از این سر وقترم میدم و اینا گفتم نه هم که تو این حرف زدی که تو مغز داری من نشون میدی که تو داری فکر میکنی مثلا داری اضافه از کار انجام میدی وقتی من قدر داری کار انجام میدی من دیگه نمیتونم باید کار کنم خواسته با قندر خط زدیم و الان دو تا بچه دیگه هستن مثل بن اصلا عالی یعنی بهترین اتفاقی که میتونست من بیفته افتاد خب ولی این بهترین اتفاقی نیست که واسه اون میتونست بیفته چرا چون من میتونم 5000 تا ادیتور پیدا کنم فقط کافی یه استوری بذارم یا نه اصلا کافی فقط زنگ بزنم به سجاد میگم سجاد میشه به من پنج تلفن بدی اینستنتی تو من نمیدی گفتم خب مثلا ولی تو الان کیو میخوای پیدا کنی که بری واسش ادیت بکنی بعدش با این حالتی که تو داری پرفورم میکنی تاپ داش نیستی واسه اگه مثلا تو بری به این نفر مثلا پیدا بکنی احتمال داره دوباره فایرت بکنه ام. و چطوری میشه که اون تو این داستان شاکی شده از اینکه داره پول کم میگیره هیچ کار دیگه نداره هیچ جای دیگه کار نداره هیچ کسی دنبال چیزی که تو رو خدا بیاد ویدیو ما ادیت کام مثلا بگه ها کسایل دیگه مال تو نه فقط با من کار میکنه یعنی تا جایی که من میدونم تنها سورس اینکامش تنها چیز درآمدش از طریق من بوده الان م. نمیگم نمیتونه به جای دیگه کار کنه مطمئنا میتونه به جای دیگه کار کنه توپم کار کنه با اون کاری ندارم ولی تو موقعیتی که ما داشیم هم کار میکردیم تنها پولی که میگه میگرفت از من داشت میگرفت گرفتم منم پولو براش 10 میلیون 10 میلیون جلو می زدم گفتم خودت خود بردار تو خود میدونی ادیتورها پولا رو خرد خود میگیرن آره آره 10 میلیون تو حسابت وردی خوب این چخ یاد راحت تره چرا بهتر بعد کار کنی تا کام کنی پولتو خود میریزی به حسابت یعنی من خیلی سعی باش مهربون و خوب و توپ باشم خیلی هم باش رو اومدم چطوری میشه که این گفته من احساس میکنم دارم کمپین میشم به خاطر که من خیلی باش خوب بودم اینطوری شده اشتباه بچگیشه آدم نفهمیه من نفهمم میخوام بدم ساید تو چیه باید. که دقیقا تو پوزیشن اونی حالا اگه کانسپت برنامه تاپیک برنامه راجب ایگو خب من نمیدونم کلی بخوام بگم یا اینکه راجب همین یه موضوع بگم اگه راجب همین موضوع بگم چون خودم هم ادیتورم ولی خب ربطی نداره این یه چیز کوسچری بود که گفتم چون تو میتونی بالاخره ریلیت کنی به همون داستان ایگو دیگه ببین برای خ... من میتونم فقط بگم که داستان خودم چیه من نمیتونم اصلا یه نظریه بگم که همه همون کارو بکنم برای من این ریختی بودش که اول که تو خود همیشه میدونی این داستاناتم من, من بیشتر از هر چیز مادی پول و این داستان ها دوست دارم که اون خروجی کاری که اسم منم توش دخیله خوب باشه یا حتی موقعی که میخواستم چنل یوتیوب بزنم بهم گفتی ام. نکن بیا مثلا یه تیم ادیتوری یه شرکت بزن خیلی خفهم کلیم اون زمان من خیلی هم داشتم آدم های معروف یوتیوب اکثرا دست من بودن دیگه که من یکی یکی اینا رو درسته. اینا رو گذاشتم کنار که کاری که خودم برام هیجان انگیز تر بودم انجام بدم اما راجبه این داستان ادیت ها... مختصا راجبه سپر بخوام اگه بگم برای من اینجوری بودش که فقط از آخه فقط پول به من نمیرسید از سپر که سپر غیر مستقیم کلی به نفیت دیگه کنارش برای من داشت که من میتونستم استفاده کنم ازشون بعد اینو تو خودم میدیدم که اوکی اگه اینجوری یارو داره به من میرسونه منم دوست ندارم که صرفا بگه یه ادیت برای من انجام میده میخواستم اون خروجی که مخصوصا سپر رو همه میگفتن که یوتیوبش کلا دست منه که واقعا هم اینطوره من دسترسی دارم من میتونم فیلم سوپر بذارم تو کانال یوتیوبش خب بعد میخواستم به این مثلا سپر باعث میشد که کلی کلاینت های جدید برای من بیاد کلی آدم های خفن باشون کار کنم کلی چه میدونم با یه کسایی حرف بزنم که اصلا فکر میکردم شدنی نیست این همه اینا باعث میشد که تو خودم یه داستانی ببینم که باید صدمو بذارم و حتی اگه به امحال میده این داستان که دارم انجام میدم از صدم هم بیشتر بذارم ها رو یااته سیبیلوار که رکورد میکردیم ساعت چهار صبح ما بود به تایم ما من. من ساعت کوک میکردم یک ساعت زودتر پا میشدم تو اتاق خودم مثلا چراغ روشن میکنم تو تاریکی دم اذان فاکین ساعت دم اذان صبح بود صدا اذان می اومد من سیبیل ما یک گل تو همونجا تو تلفن میشستیم من قشنگ یادم میاد بود آره اس بردای دست میداد اینا گل میزدن من نشسته بودم <تصفح> <تصفح> من یه دونه تصویر در تصویر کرده بودم اینو سوپر پلی بود شما گل میزدید من سوپر میدیدم آجی یعنی بگراند صدا این بود که خلصه داشت گسته شعر میگفت این ورد صدا من میگفت آه آه حالا اینم که مثلا گفته پول علاوز پولی راضی نیست میدونی من اینجوری به قضیه نگاه نمیکردم که خب اگه سوئید خیلی درآمد داره خیلی پول داره به من عبتی نداره من اندازه دستمزد خودم رو میخوام چون میدونی اینجوری نیستش که چون این خیلی برای من پیش اومده با آدمایی که کار کردم و چون همش معمولا آدمایی بودن که کش زیاد داشتن صدا چی میاد اون زن رفیقات و زندانی که دست و پاشونو بسیت دارن خودشونو آزاد میکنن ها برو تو زن جی جی برو تو برگردیم به قلندر حالا نظر شما چیه چرا فکر میکنی قلندر این کارو کرده پیولی پول بوده خسته شده خوشی از زیر دلش من خیلی دوستم تو اینو حلاجی کنی باید همین که تو ایران زندگی میکنه فرهنگ ایران رو الان روز میدونه جدا از اینکه خب فکر کنم تو بدونی که من اینجوری نیستم که چی میگن اوبی بازی در بیارم میخوام بگم من خفنم و فلا اینا من الان تو لولی از این داستان رسیدم که خب هر موقع بخوام میتونم کلاینت جدید بگیرم هیچ موقع بیکار نمیمونم دیگه خب حالا تو هر کریری یا نه فقط کلا این بخشی که داشتیم صحبت میکردیم به نظر من اول هر کاری اوکیه اگه با یه آدم های تو مخ کار کنی ولی اگه مدت به بعد اگه آدم درست آدمیه که پولتو به موقع میده پولتو به اندازه میده آزی یادم رفت چی میخواستم بگم ریده شد توش یه لحظه من اصلا کرد او او این چیز من ها سه هفته از گل نزدم داری با سویل صحبه رو صحبت میکنی اصلا فهمیدی من صحبه دلیلش چیه که نزدی خواستم یه بریک به شوشم بدم یه خورده کلیناب کنم ایوه بعد دوباره مثلا دو هفته دیگه <تصف> نه ولی اصلا هیچ دفعه آخر ما قبلا هم اینو تست کرده بودیم یادت یه برنامه رو جای گل گرفتیم تو به من گفتی که من فرق کردم یا نه الان الان سه هفته گل نزدم دیگه تو کلا چت مخ از بد تولدی این آدما خیلی فرق خاصی نمیکنن دیگه از رو که کشیدن بیرون از ورودی مادرش یه دونه کام گرفت برو نه ما بزنم که اصلا شخصا طبیعی اینو میخواستم بگم اگه آدمه اگه مطمئنن که آدم من اینجوری بودم الان هم اگه مطمئنی که آدمه آدم درستی پولتو به اندازه میده نمیخواد توش کنه قدر زحمتی که میکشی رو میدونه خب این خیلی مهمه یعنی یارو اهمیت میده که تو داری تلاش میکنی پس منم خوشحالم از این داستان دیگه من میخوام خروجی کار طرف اگه چه میدونم من میتونم به بهتر شدنش کمک کنم حتما این کارو میکنم حالا اینکه تو میگی تو جامعه ایرانی زندگی میکنی فکر کنم باگش اینه که ما یه خورده حسودیم نمیدونم حالا تو بک استوری که بهمون گفتن اگه طرف یا چه میدونم مثلا تو میگی من مازراتی سوار میشم با اون مازراتی آدم بیای تو تهران ها چه یارو یه ای کس مادرش معلوم نیست پسراجیه چی کار کرده فلان اینا کلی کسشه حالا تو اگه داری با یه آدمی کار میکنی که خیلی از خودت وزش خفن تره اتفاقا من نظر من این خیلی باله یعنی این باعث میشه تو هم خفن باشی که داری با همچین آدمی کار میکنی خب پس حسودی نه و حسودیه به جایگاهش فقط تو مخی واسه خود درست میکنه و باعث میشه که میدونی بستین خود نذاری واسه اون کاره احساس میکنی این یارو میتونه احساس که نه اون یارو مطمئنه میتونه ده برابر چیزی که علامه تو میده رو بده و بازم به هیچ جاش نباشه ولی خب دلیل نمیشه که تو مگه قانون دنیا اینجوریه این چه چیز کوسشیریه خب چرا باید پولش رو به تو بده تو اندازه ای که پول تو دست یارویه باید به تو بده زحمتی که کشیدی وقتی حالا این رابطه اوکیه اون حسودیه رو میذاری کنار به این فکر میکنی که من اینجوری بودم همیشه من به این فکر میکنم که خیلی بهم حال میده با آدم های خفن کار میکنم از تو مخم بود و تو مخم بود که آنکن یارو مثلا صدکا چنل یوتیوبشه کستیش مثلا اینقدر به من میده حالا خلصه رو نمیگم و خلصه کلا داستان همیشه فرق داشته اون هستودیه رو که میذاری کنار خودتم در حد خودت باید ببینی نه یه زاخاری بودش من یادم به اوایل این داستان میومد به من میگفت بیا ادیتور مثلا یکی از رپرای خیلی معروف بود من دایرکتش رو یادمه سین زدم جواب ندادم دایرکتش رو پاک کرد بنده خدا به من میگفتش که سویل بیا یه حرکتی بزنی پس وردا مثلا خلسه افتاد مرد یه اسمی هم از تو بمونه نگن مثلا سجاد باقبونم رفت خب گفتم این خیلی فازه مسخره اصلا اسمی از ما بمونه چیه تو مثلا حالت یه کارمندی دیگه مثلا کارمند بودن که بد نیست تو داری یه حرکتی انجام میدی میدونی شاید به خاطر اینکه این داستان مدیا این, این یوتیوب و اینا یه فیمی هم بهت میده دیگه میبینی اون طرفی که داری براش کار میکنی بیشتر دیده میشه همه توجه ها به سوی اونه بازم دوباره اون حسودیه میاد در صورتی که در صورتی که نقش تو اون نیست نقش تو اتفاقا اینه که کمک کنی اون بیشتر دیده بشه تو بخشی اون یارو چهره این داستانه چهره این خروجی است تو باید نقش خودتو بدونی این نقش خودتو بدونی خیلی همه چی واسه راحت تر میکنه جوز اینو نمیزنی که منم میخوام فلان کارو کنم مثلا ها من تو چنل یوتیوب خودم فاز ویدیو خیلی عجیب غریبه مثلا من میام به خودم هم میگم مثلا فاز اینو ندارم میام مثلا خل... خود خلصه رو رست میکنم خودم رو رست میکنم داریم میگی میخندیم مثلا فاز اینو نداشتم که هیچ وقت نمیدونی مثلا یارو با خلصه کار میکنه بخوام شبیه اون بشم اصلا یه عادت اینجوری بود که بیایم دور هم دیگه بگیم بخندیم چون میدونستم نقش من اینه من میخوام اصلا چه اگه 6000 آدم دنبال میکنه من رو اینستا اون 6000 تا هم بیارم روی یوتیوب اونجا هم داشته باشم همشون هیچ وقت از حد خودم فراتر نرفتم فکر کنم داستان من تو این دو سه ساله این بود که خیلی کار بیشتر از ادیتم شد خیلی داستانها خیلی با آدم های خفن شد کاره مثلا یه تایمی داستان کنسرت های وانتونز گروه وانتونز تو ایران رو من انجام میدادم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه وانتونز با سپر صحبت کرده می بودم می سجاد خیلی قابل اعتماده مثلا کاری تو ایران دارید به دستش همه رو انجام میده این اصلا ربطی به چیزه نداشتی چون من نقش خودم رو میدونستم این باعث شد که بر... شخصت گرفته بود؟ آره بعد اون پوله اون میدونی جز اون پوله رو نداشتم که به خاطر هر یه دونه ویدیو از سپر بگیرم و این باعث شد که پول بیشترم هم بیاد سمتم یه سری موقعیت های کاری بیشتری انجام شد که خیلی پول بیشتری از اون داستان بهم رسوند الان جای مثالش اینه پری روز حالا تو نمیشناسی رپرا رو ولی مطمئنم کسایی که دارن میبینن میدونن الان من مثلا هات این روزا ها میخوام صحبت کنم من داشتم با اشکان کاگان یه پرودیوسر نسل جدید خیلی معروفیه تو این سامو داشتیم صحبت میکردیم گفتم سپر میخواد یه ویدیو جدید بگیره آلبومتون ریویو کنه دوستت مثلا خود سپر هم نمیدونست گفتم دوستایی تو ویدیوش باشید من بهش میگم گفت آره آجی خیلی بالا رفتم به سپر گفتم خوشم تو ویدیو باشم با حالا گفت آره یه گروه بزنم مثلا این اولی مار کنم تو چنل تو میاده یه ویدیو چهار نفره اینا دارن که دوتا آرتیست کچله جفتشون هم خیلی هات آرتیست قراره با هم ویدیو بگیرن و منم بدون اینکه دیدیم مثلا اگه کسی میخواد از این... تو مارکت ایرانی خیلی این داستان هست یارو میخواد دو نفر رو به هم کنه به اون میگه انقدر تو محمد انقدر تو فهم چی میگی یک جیپی پی زدم الان قرار ویدیو بدم همه هم این ویدیو میاد بالا با هم حال میکنن من اینجا نقشه من نقش سجاد بود خود سجاده بودم نه اینکه ادیتور خلسه باشم بخوام همه چی پوله نیست وقتی همه یا آره وقتی مهم. پول نمیگم پول خیلی حال میده با پول میتونی خیلی کس های خفم بکنی کس هم خیلی تو زندگی مهمه این پول... کس از زن... زندگ... پول مهمتره پول باعث میشه کس بیاد خیلی بی رفت بود حالا خوام بگم وقتی چرا منطقی بود حقیقت بود دیگه ما هیچ به حرفی نداریم این چارچوبار رو که واسه حوزه کاری خود معلوم میکنی من که معلوم کردم من معلوم کردم ازش خارج نشدم الان هم شکر خدا یه آب باریکه ای هست یه نونی میاد یه کسی میاد <تصفح> آره این بود داستان نه خدا اول الان دو تا کانال داری درست میگن آره کانال دومو یه قراردادی بستم با یه شرکتی که تو قرارداد اینا یه امکاناتی به من میدادن که خب و ما تعداد کانال ها رو بیشتر میکردم اون کانال دومی هم زدم که اونم بال شده دیگه دارم جلو میبرمش تو تو به من تو الان دوست اصلا 5 سالی دوست کجا باشی تو یوتیوب تو بسکی کیس سناریوی تو بس کیس سناریو ای این واقع نمیدونم چقدر به این اعتقاد دارم که بگی اتفاق نمیافته این کس چرا بگی اتفاق نمیافته؟ میگم بگی اتفاق میافته بگی اتفاق میافته ببین حقیقتی رو بگم همین که هر سه دیدی با خودت صحبت میکنیم اینکه که میشیم ویدیو میگیریم راجع به کوشر ترین چیزا هم که صحبت میکنیم خیلی حال میده اصلا بعدش من خیلی حال فکر میکنی انرژیت بعد اوف کرده باشه ولی شارژ شارژی چسبیدی به سخ سرگرم کردن و این کانتنت درست کردن واسه آدما به مال میده اگه بخوام واقعیت رو بگم آره معلومه که دوست دارم یوتیوبم هم کا شده باشه بشینم تو خونه فقط ویدیو بگیرم کشم بیاد دیگه آره دوست دارم یوتیوب هم صد شده باشه اون لوحه رو خیلی دوست دارم عقیتش. من واقعا از این که میتونم به این نفر کمک بکنم یه چیز جدید یاد بگیره که تو زندگیش بتونه کمکش کنه خیلی مثلا من روزشم با یکی حرف میزنم گفتش که من از اون روزی که ویدیو تو رو نگاه کردم همون ویدیو هم با تو هم <متش> که میگم سه تا کار انجام بدین نصیحت های یادم پولدار دار به جوون اون ایرانی اونم بستن ویدئومونه سو اونم خیلی آخر به منم فیدبک میدم اون فکر کنم بستن ویدئویی که من تو گرفتی کامنت بکش بیرون آجی بگو کدوم بستن اپیزود سیفونو بگید آره اونم لینکش همین الان بالا میذارم بچهای خواستن کلیک کنن روش ببینن توی اون میگم یک طرفا که میذارم میگم آقا روزی یه ساعت یه چیزی یاد بگی شده فیلم داکیومنتری نگاه کتاب بخون برو با یه که آدم خفنی صحبت کن فقط روزی یک ساعت یاد بگیر و این زندگی تو از اون رو به اون رو میکنه بعد از مثلا یک سال دو سال انقدر چیزی یاد میگیری که واقعا تموم میشه اطلاعاتی که توش بهش علاقه داری یعنی آدم فکر میکنن اطلاعات همینجوری ریخته اطلاعات نیست یه حرف خیلی قشنگ میزنه نیل گراس تایسن میگه که اگه بری تو کتاب خونه قسمت فیزیک 5 -6 تا کتابه قسمت ریاضی 5 -6 تا کتابه قسمت مثلا 5-6 تا کتابه ولی قسمت روانشناسی 200 تا کتابه ببین چرا چون نمیدونن قانون روانشناسی چیه پیچیده از ذهن آدمیزاد از نه ولی اون حرف اونو من بیشتر میگه کسی نمیدونه هم باشه همین میگه اینقدر پیچیده است هست. کسی نمیدونه داره داره. هر کی داره نظر خوش میده واسه این چیزایی که واقعا شناخته شده است و ایمفرومشن هست اینفورمیشن زیاد راجع بهش نیست یعنی چهار پنج کتاب بخونید تو کسخار همه چیزشو میفهمید دیگه و مثلا کسی بهش من گفتش که چندین نفر به من گفتن که این کار دارن میکنن من واقعا خوشحال میشم چون داریم آدمای باهوش تر داریم کرییت میکنیم توی ایران هر جای دنیا که هستن واسه همین این اینشی که منو خیلی خوشحال میکنه حالا اگه باعث میشه یه روزی پول اضافه بیاد تو حساب ما که اصلا دیگه عالیه حالا اینم که من گفتم مثلا بشینم کوسچر بسازم این صحبت لفظی بود و یا یه داستانی هم روی حالا یه ایگویی هم روی کانتنت هم دارم که خیلی هم کسچر مطلق نیست مثلا یه دونه برنامه داریم لانچ میکنم و باید یکی از اپیزودها خودت حتما حال بدی بیای اسم برنامهش گلدونه خب بعد بخش اولش اسمش کوده پارت کوده برنامه هنوز هم هیچ اپیزودی رو رکورد نکردیم چون اپیزود اولش با یه مهمونه داره میاد حالا کوده چیه؟ من خیلی مستند میبینم داکیومنتری و اینا خیلی حال میکنم کلن بعد رفیق هم گفتش که بیا این مستنده که میبینی نه که سوبرطوری بیای مثلا ایژوکیت کنی و بگی فلان چیز رو تخته با رسم شکل نشون بدی حالا باید ما این بود که چیکار کنیم که مستندی که انقدر فازش سوبره رو یکی دوتا پوینت یه دو رو پوینت تو اون حالت کسکرک خودمون بگیمش مثلا ویدیو یارو ویدیو رو ویدیو رو, رو میشینه 20 دقیقه میبینه نشینه فقط جق بزنه و ما یا یه پوینتی هم حالا گرفته باشه بعدا یه جا صحبتش شد بگه من اینو فلان جا دیدم مثلا سجاد گفت اینو حالا منم خودم از مستعد گفتم مثلا یارو یه یا چ... من دیگه پشتاد بریزه چند چیزی که داشتم تعریف می‌کرد یه دونه ویدیو من دارم که توضیح میدم ایلان ماسک مثلا آدمش از... یه کارمند داشته بعد کارمندش ازش پول به اضافه میخواد بعد بهش میگه که یه ماه برو مسافرت بعد که مسافر بگشی با هم صحبت میکنیم میره مسافرت بعد یه ماه که برمیگرده بهش میگه که من تو یه ماه میخواستم چقدر به تو احتیاج دارم دیدم همه کارام داره میره جلو احتیاج بتونه دارم بدون که بهش ریز بده اخراجش هم میکنه خب این واقعیت نداره خب این داستانی که ساخته منم اینو شنیدم فهمیدم یعنی خوندم راجبش فهمیدم واقعیت نداره ولی چون خیلی آموزنده بود گفتم که بذار اینو بگم یه دون شورت درست کردم گوشتم روی یوتیوب این شورت هم یه میلیون بار دیده شده واسه همین هر کی تو ایران راجع به این حرف بزنه از من شنیده خب بعد یکی هفته پیش داشت اینو به من میگفت میگفت به یه چیزی بگم ایلا یه روز اینجوری یاد شده طرف کرد من به که داده تو این از من یاد گرفتی این تا از یکی شنیده یکی دیگه اون گفته واسه این ای نمیدونست ولی خیلی برام جالب بود که اینفورمیشن که من... آره ولی گفتم نه کن داره تاثیر میذاره یعنی <تصفح> یارو <تصفح> پوینت رو داشت همین مثال میگفت به منش گفت آره تو مثلا فلان خیلی جالب بود برام حالا تو یه صحبتی الان کردی گفتی از من یاد گرفته چون من کامل دیگه الان وای به کاراکتر تو میدونم که هیچ فازی نداری که من مثلا بیشتر میدونم و اینا اینو بگم حالا یه چیزی که حداقل تو همسن و ساله خودم اینجا هست اینه که نگاه یارو دوست نداره میدونی بگی من از تو یاد گرفتم فلان چیزو من اینکه تو به من یه چیزی یاد دادی انگار مثلا حالت تو داری منو میکنی داره آره ولی خیلی باله که تو انقدر بال میگیش من فلان چیزو یاد دادم آره این چیز بدی نیست تو پوینت این قضیه اینه که فلان چیزو یاد گرفتی یه هست که از هر که یاد گرفتی میخوام من اصلا نگفتم که این من... از من یاد گرفتی من گفتم که تو نایش. بعدن بعدن این داستان یه جا بگی نمیگن از کی یاد گرفتی که میگن پشمام که تو اینو میدونی امه. بعد برای جوزی نداری دیگه حالا چه میدونم از کوچیکته از خودت یاد بگیر این دونستنه از همه چیز بالتره مرسی خیلی دیگه کست گفتم حالا اون زنه رو بیار از قفس بیرون ببینیمش <تصفح> <تصفح> خب آقا خلاصه داستان از این چیزی که هست یه همین که سجاد گفت من میخوام به زبان ساده بگم آدم وقتی کار میکنن دو تا نوع کار هست که میتونی بکنی یه کار هست که میری اونجا مثلا مثلا همبرگر فروشی برگر رو میچرخونی میگه به ساعتی به دو دلار میدم برگر رو بچرخون اینو اگه تو یه جا پیدا کنی به دو دلار پنج و میده باید همون روز بری ولی اگه یه آدمی هست مثل مثلا سپر به دست اومده دو درست, درست میکنی تو حتی باید حاضر باشی دو دلار که ندی هیچی نگیری هیچی دو دلار عجیب بذاری به خاطر خیلی کانکشن هایی که بعد در آینده میتونه درست بکنه آدما تمام کارا رو یه چش میرن جلو که من اومدم اینجا دارم یه ویدیو درست میکنم یه ویدیو هم. 50 هزار تومن قیمتشه 50 هزار تومن بده در مثلا من که خیلی از نظر قلندر ناراحت شده هم. مثلا میگفتش که من برام سخته که هم ویدیو رو ادیت کنم هم تام نیلو بزنم من گفتم خب دیوز چرا تو که بخیلی ادیت میکنی تو بعد بهت احتمال میشه که چه تام این ویدیو رو بهترین اکسپلینیشن میکنه تو بعد واسه همه آسان تر باشه ولی میگه برام سخته من گفتم خیلی خوبه برام سخته برو که پیدا کن مثلا 100 هزار تومنم میتونیم بودجه بذاریم که یکی بیا تو رو کمک کنه واسه تامل رو بزنه سر هزار تومن خودم تامل میزنم ای خانوز تو گفتی سخته برای وقت میگیره حالا ما که می سر میگه سر هزار که میخوای بدی اضافه کن رو پور من تامل رو میزنم میفهمی یعنی این چیزا میرفت رو اصلا من که پس تو مشکل تامل نیست تو فکر میکنی داری اضافه کار میکنی در که واسه تو فقط, فقط یه دقیقه کار میبره کاره آرت ورک توری حالا مثل تامنیل و ادیت و این داستان های چیزایی که از خلاقیت به خلاقیت احتیاج داره خب ذهن زن خلاق ذهنی هم هستش که من از هیچ وقت آروم نمیگیره حالا این ذهن خلاقه باید فکرش باز باشه دیگه یه فکر بیزینسی هم به این ذهن خلاقه اضافه کنی خیلی بالتر میشه فکر بیزینسی این باشه که خود سوئل الان تو به منم خیلی کانکشن دادی همونطوری که منم هم با چند تا رپر تو رو کانکت کردم غیر از سپر و این داستانا میدونی یه نقطه A رو فقط نبا ببینیم اون وسط کلی کس هست که سوال آره حتی مثلا خیلی ده مثال ده خوبی زدی یعنی من اگه آدم بیشی بودم هم که این سجاد که چیه بعد از چهار صبح میشه اونجا ما گل میزنیم ولی من هر روز هیچ وقت به تو بی نکردم همیشه به ریسپکت نشون دادم همیشه باهات تو یه بار ریدی به من ولی من هیچ وقت با تو اون کار نکردم همیشه باهات خوب بودم همیشه حواتو داشتم هر سری منشن میکنی ها خیلی کارت بد بود من قد نارد چون بهت مسیج زنم مسیجا نمی چیز بود آقا کنکور داشتم تا قطع بود دیس جمهوری هم دادم تو این ویدو آقا گفتی جمهوری برای وقتی که دارن می جنگن و یه کاری میکنن خواستم بگم درمتون گم اگه ما راجع به این صحبت نمی کنیم به خاطر اینکه شعورشو نداریم و من الان وقت کارم اینجا اینه که شما رو یه ساعت مغزتون رو ریلکس کنم یه چیز جدیدی باهاتون بندازم تو مغزتون که شاید در آینده کمکتون بکنه ریلکس کنی فردا قویتر تر برو هر گویی که داری میخوری میخوری میخوای خراب کنی برو خراب کن میخوای بری تو دولت زحمت بکشی یه پارتی جدید رو بندازی خوب باشی هر کاری میخوای بکنی شما میدونی کار من نیستش که شما رو تو جنگتون هدایت کنم یا کمکی کنم چون بلد نیستم نه که نمیخوام من کارم اینه که اون یه ساعت شب که میای میخوای بشین غذا بزنی مغزتو میخوای پاک کنی که آماده بشی فردا اگه شانس تو بدی به من منو نگاه کنی منم اون یه ساعت تو پر کنم و بخندونم فکر نکنین ما نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته و بی شعوری ماجرا شرفی حرفی نمیزنیم چون بی شعوری ماجرا شرف حرف دو داستانه قبلی که به وجود اومد یه تغییر رخ داد توی کشور ما مردممون فکر کنم اطلاعات اطلاعاتشون و دانششون خیلی کم بود خود این ویدیو خود این داستان ها پلتفرما که الان هست همه هم همشون با هم یه دسترسی به ما میدن که دانشمون رو بیشتر کنیم که اگه حالا تغییری رخ داد خواستیم تغییری رخ بدیم بدونیم داریم کدوم سمتی میریم میدونی یعنی یه دو تا پوینت هم شاید اصلا تو تو این ویدیوهای بیشوریت گفتی تو ویدیوهایی که راجع به ناموس مردم صحبت میکنی شاید یه دو تا پوینت گفتی تو اون قضیه به کار اومد میدونی این می خوا... چیزی که میخوام بگم تو یکی ویدیوهای خودم گفتم گفتم خیلی مهمه که بیشتر بدونیم راجع به هر چی قبول دارم بی... تو من دارم غیر مستقیم میگم که بیشتر دونستن بیشتر دونستنمون تو اون قضایا هم کمکمون میکنه به مقصدهای بهتری میرسیم دقیقا درست می میفهمم خیلی خب من فکر میکنم پوینتو کسی که میخواست بگیره گرفت فهمید علکی ایگوش نذاره بزرشه من فکر کنم کل این... یعنی یک ساعت و نیمه ما اینجا داریم کس میگیم الان دی... این ویدیو دیست قلندر بود من شیروز تولد ما ما رو کشوندی اینجا بیام راجبه به ادیتورت صحبت کنم <تصفح> دمتون گرم خیلی حال داد این اپیزود خیلی باحال بود دمتون گرم ها خیلی حال کردم همونجوری که امیدوارم از حضور امین لذت برده باشین خیلی حرفای مهم زد دمتون همگی فعلا